تشکر از این که بیننده برنامه خودتان عصر هریوا هستین. در این قسمت از بخش شفای عصر هریوا در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان برنامه ما دکتر صاحب شهاب رامش، متخصص گوش و گلو و طب عدلی با ما هستن و میخواییم که صحبت بکنیم با ایشان در مورد امراض لوزه ها. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب، وقت شما بخیر. زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. ما هم عرض سلام گرم دارم حضور شما، همکاران تکنیکی شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی جهانی اصلاح. ممنون شما. به عنوان اولین پرسش، لوزه ها چیست و چی وظایف دارن؟ در قسمت لوزه ها بیشتر که عوام به نام تانسل یا به نام لوزه یا به نام گوشتای گلو همور مشناسن، اینا دو تا کتله نسج لنفوی هست که به نام لوزه کامی هم یاد میشه، همین دو تا لوزه که معروف هست. اینها جزء سیستم دفاعی بدن انسان محسوب میشه و رول محافظوی در بدن انسان ایفا میکنه. البته این رول محافظوی لوزه ها در آوان طفولیت بیشتر محسوس میشه و با بزرگ شدن سن طفل، هر قدر که سن طفل بیشتر میشه، وظیفه محافظوی، رول محافظوی لوزه ها کم میشه و به اعضای دیگه وجود تعلق میگیره و به می اساس که آهسته با بزرگ شدن سن لوزه ها حجم از اونا کوچکتر میشه. تشکر. دکتر صاحب چند نوع لوزه وجود داره؟ به صورت کل سه نوع لوزه وجود داره. یکی دو تا لوزه های زبانی یاد میشه که به خاطر اینکه اعراض لوزه ها خیلی دیده نمیشه مورد بحث ما نیست. دو تا لوزه دیگه به نام لوزه های کامی یاد میشه، یا تانسل و پلاتینا که به نام تانسل هم میشناسن، به نام لوزه هم میشناسن، که تمام انسان ها این دو تا لوزه دارن. یکی دیگه هم به نام لوزه سوم یاد میشه که این لوزه سوم به صورت طبیعی در تمام اطفال دیده نمیشه. در نزد یک تعداد اطفال انیمی لوزه سوم که در قسمت بلند کام، یعنی در خلف سوراخ‌های بینی در داخل دهن، در یک نایی که به نام نازوفرنکس یاد میشه یا به نام بلعوم انفی یاد میشه، در او قسمت موقعیت داره که این البته در نزد یک تعداد اطفال دیده میشه، بزرگ میشه، وقتی که بزرگ شد به نام ادینوید یاد میشه یا لوزه سوم، ولی در نزد تمام انسان های لوزه وجود نداره. ممنون شما. هراز التهابی شدن لوزه های کامی چیست؟ میشه در این مورد صحبت بکنید؟ چون بیشتر هم اشاره کردید. بسیار صحیح. ما یک تعداد زیاد مریضار میبینیم که همیشه به شفاخانه ها یا کلینیک ها یا به معاینه خانه ها نزد دکتر صاحب ها مراجعه میکنن که از گلودردی شکایت دارن. قسمی که گفتیم یکی از اعراض اصلی التهابی شدن لوزه ها خود همین گلودردی یا درد گلو هست که شخص یا طفل وقتی که غذا میخوره احساس درد در گلون میکنه، وقتی غذا رو بلع میکنه احساس درد احساس میکنه، یعنی بلع در ناک داره، با خوردن غذا احساس درد میکنه و نزد از او تب ممکنه تحسس بکنه به درجات مختلفه. از اثر همی التهابی شدن لوزه ها بر علاوه درد، تب هم در یک تعداد زیادی از موارد نزد همی کسی که معروض به التهاب لوزه ها هست ایجاد میشه. دیگه درد اعضا نزد ازی پیدا میشه، درد تمام بدن پیدا میشه، ضعف جسمانی پیدا میشه، بی‌اشتهایی نزد ازی پیدا میشه و همچنین سردردی ممکنه نزد شخص پیدا بشه. این اعراض نزد ازی تحسس میکنه. وقتی که شخص مریضی که معروض به التهاب حاد لوزه یا گلودردی هست نزد دکتر مراجعه میکنه، در معاینه وقتی ما نگاه کنیم میبینیم که لوزه ها رنگ طبیعی خود از دست دادن و به حالت سرخ رنگ تغییر رنگ داده و همچنین از لحاظ حجمن هم در اکثر موارد وقتی که لوزه ها التهابی میشه، لوزه ها از اندازه نرمال بزرگتر میشن، که باز اگر این لوزه ها به صورت مکرر معروض به التهاب بشه، باز همی
وجه اونسی یا همون قسمت که داخل دهن دیده میشه حالت سوراخ سوراخ برای خود میگیره که نی نشان دهنده ای هست که چندین مرتبه گلودردی سپری کرده. یک عرض دیگه که التهابی شدن لوزه ها در مریضان داره مخصوصا در نزد اطفال ممکنه کمی التهابی شدن لوزه ها در نزد طفل باعث عسرت تنفس و یا نفس تنگی بشه. نی بود بعضی از اعراض یا قسمتی از اعراض التهابی شدن لوزه ها که خدمت شما عرض کنم. اشاره کوتاه داشتین در مورد لوزه سوم. بله. میشه بیشتر صحبت بکنین لوزه سوم چیست و چی حراز و علائم داره؟ خب ما راجع به التهاب لوزه های کامی صحبت کردیم که وقتی لوزه ها التهابی میشه چی اعراض در نزد شخص تحسس میکنه. ما در لابلای صحبت های خود بیشتر از اطفال نام گرفتیم، گفتیم التهاب لوزه در نزد اطفال، به خاطر که این مرض التهابی شدن لوزه ها بیشتر در اطفال و نوجوانان دیده میشه و کمتر در کاهلان یا بالغین دیده میشه و در افراد مسن بسیار به ندرت دیده میشه. به این اساس که ما بیشتر روی اطفال و نوجوانان فوکس میکنیم، در اینجا بیشتر اونا رو یادآوری میکنیم. در قسمت لوزه سوم هم که ما در ابتدا گفتیم که خود لوزه سوم هم جزء نسج لیمفوی عضویت هست که در قسمت بلند کام در پشت زبانچه، ما در داخل دهان یک زبان کوچک داریم که به نام زبانچه یاد میشه، در پشت زبانچه موقعیت داره. وقتی بزرگ میشه انیمی لوزه سوم، وقتی بزرگ میشه طفل درست تنفس کرده نمیتونه، در جریان خواب اذیت هست، وقتی طفل خواب خورخور میزنه و در مادر زیمیان حکایه میکنن که نیمی طفل در جریان خواب خورخور میزنه و ناآرام و برای بستر خواب زیاد تحرک داره، ناآرامی داره، باعث تشویش و رنج پدر مادر میشه. چرا؟ به خاطر که درست تنفس کرده نمیتونه. وقتی طفل درست تنفس نکنه ای برای والدین رنجاور هست. و دیگه یک مشکل دیگه که پیدا میشه طفل در انگام نان خوردن، ما وقتی که به صورت نرمال نان میخوریم از طریق دهن غذا میخوریم و از طریق بینی تنفس میکنیم، وقتی که نمی لوزه سوم در نزد طفل پیدا میشه همین طرق تنفسی، طرق طبیعی تنفسی که همون بینی است، بینی مستود میکنه، طفل درست تنفس کرده نمیتونه. به این اساس در انگام غذا خوردن هم این طفل چیکار میشه؟ معروض به مشکل میشه. عمده ترین مشکل لوزه سوم همانا مشکلات تنفس بخصوص در جریان خواب که نزد شخص ایجاد میشه، که اگر این تداوی نشه، به زودی تداوی نشه، ممکنه با گذشت زمان باعث لاغرتر شدن طفل بشه. چرا؟ به خاطر که باعث ایجاد بی‌اشتهایی در نزد یک تعداد زیاد افراد میشه. یک تعداد زیاد طفلا وقتی لوزه سوم داشته باشن بی‌اشتهایی هم نزد از اونها تأسس میکنه. وقتی که بی‌اشتهایی نزد طفل تأسس کرد میل و علاقه به غذا نداره و وزن خود از دست میده، معروض به لاغری میشه. اگر هنمی لوزه سوم به صورت دوامدار تداوی نشه و همین اعراض در نزد طفل ایجاد بشه، ممکنه یک سلسله اعراض در سیستم عصبی مرکزی از قبیل ضعف حافظه، تخرشیت و اینها هم در نزد طفل ایجاد بشه و تأسس بکنه. در نزد یک تعداد از اطفال هم ممکن است که اینمی لوزه سوم یا لوزه کامی که باعث خورخور زدن شبانه میشه و درست نمیتونه طفل از طریق بینی خود نفس بکشه، در نزد اینها ممکنه که شویدرری هم در نزد طفل از باعث همی پیدا بشه. و دیگه باز هم اگر به صورت دوامداری تداوی نشه و از طرف شب دهان طفل باز باشه، اینمی باز بودن دهان طفل از سبب موجودیت لوزه سوم میتونه که خود از این باعث رویدن دندان ها به صورت معوج یا کج شدن دندان ها در نزد طفل بشه. این طفل ها بسیار وقتی که لوزه سوم داشته باشن ناآرامند، کم اشتهای هستند، لاغر و ضعیفند، که یکی از ایجاب میکنه که این طفل ها هر چه زودتر باید چکار بشه، باید عملیات لوزه ها در نزد از اینا انجام بشه. ممنون شما. یک بحثی که خیلی میتونه مهم باشه عملیات لوزه ها هست. چی زمان نیاز هست تا
لوزا عمل بشه. بله، ما قبلا هم اشاره کردیم که از جمله سه نوع لوزه دو نوع ما تذکر دادیم، یک لوزه های کمی بود، یکی هم لوزه سوم. بحث عملیات لوزه های کمی جدا هست و بحث عملیات لوزه سوم یا ادینوئید متفاوت هست. بعضی انسان ها تصور میکنند که هر کس که لوزه داشت باید عملیات لوزه نزد از او انجام بشه. ما همیشه در معاینه خانه وقتی مریضا یا پایوازان مریضا مراجعه میکنن میگن که اینی طفل لوزه داره، ما تذکر میدیم که تمام انسان ها همو قسمی که دست و پا و چشم و گوش دارن لوزه هم تمام انسان ها دارن. یعنی هیچ انسانی نیست که تولد شده باشه و لوزه در داخل دهن از وجود نداشته باشه. پس ما به این نتیجه میرسیم که تمام انسان ها لوزه دارن. حالا یک تعداد اعظمی کسانی که لوزه دارن باعث از این میشه همین لوزه ها التهابی میشه، گلودرد نزد از اونا تحسس میکنه، تب پیدا میشه، از رفتن به مکتب محروم میشن، اگر طفلا باشن به مکتب رفته نمیتونن، اگر بالغین باشن به سر کار وظیفه خود رفته نمیتونن، که این ایجاب میکنه تا نزد متخصصین گوش و گلو مراجعه بکنن و به صورت اساسی این تداوی دوایی نزد از اینا انجام بشه. تداوی دوایی اول انجام بشه، یک دو بار سه بار تداوی دوایی انجام میشه، تداوی اساسی توسط متخصص مربوطه. اگر تداوی اساسی نتیجه نداد، ظرف 6 ماه یک سال چندین باری طفل گلودرد شد، به طور مثال در یک سال اگه 6 7 مرتبه این گلودرد بشه، بعد مجبور میشیم که ما چیکار کنیم، تصمیم بگیریم که به عملیات کنیم. این به این مفهوم نیست که اگر یک نفر یک بار گلودرد شد حتما بره که بیاین گلومر عملیات بکنن، یا در سال یک بار یا دو بار یا سه بار گلودرد شد نیازی به عملیات نیست. ولی اگر به صورت متکرر عملیات شد و یا به ظرف 2 سال هر سال 5 مرتبه گلودرد شد، در یا به ظرف 3 سال در هر سال 3 مرتبه گلودرد شد، پی در پی ظرف 3 سال به طور مثال 9 بار همی عملیات گلودرد، همی اعراض گلودردی نزد شخص تحسس کرد و تداوی اساسی شد باز هم نتیجه نداد، باید ما چیکار کنیم؟ باید ما عملیات لوزر نزد ازی انجام بدیم. یک مسئله دیگه این هست که در نزد بعضی مریضا آبسه پیدا میشه، آبسه اطراف لوزه که اصطلاح عوام برای آبسه که در قسمت های زیر جلد بدن، در زیر سایر قسمت های بدن در زیر جلد هم ایجاد میشه، به نام زورک مشهور است. بعضی موارد است که نمی آبسه یا همون زورک در اطراف لوزه ایجاد میشه که باعث عظیم میشه که طفل که مریض غذا خورده نتونه، دهن خورد درست باز کرده نتونه، همون تب و درد و جان دردی و اینا رو داشته باشه. ای هم یکی از استدبابات عملیات لوزه هست که اگر انمی آبسه لوزه در نزد شخص ایجاد شد، ای هم ایجاب میکنه که ما چکار کنیم که این عملیات لوزه در نزد شخص ما انجام بدیم. آبسه لوزه در طفلان اتفاق میفته، در بالغین و کایلا هم یه چیز اتفاق میفته. مسئله دیگه بزرگ شدن لوزه های در بعضی موارد هست که یک شخص تب نداره، تب و جان دردی و درد اعضا نداره، ولی لوزه ها حجمن بزرگ میشه به اندازه که مشکلات بل یا مشکلات خوردن غذا در نزد از این طفل ایجاد میشه، مشکلات تنفس ایجاد میشه، درست نمیتونه تنفس بکنه. به این اساس هست که ما باید چیکار کنیم؟ ما باید عملیات لوزه های کامیر در نزد شخص انجام بدیم. یک تعداد دیگه هم از استدبابات یا لزوماته که چی وقت ما عملیات لوزه رو انجام بدیم، مسائل علمی هست که مسائل اختصاصی طبی هست که اونها لازم نیست که در اینجا تذکر داده بشه. این بحث بود راجع به عملیات لوزه های کامی که نمی دو تا لوزه است که باعث ایجاد درد و تب و جاندردی و مشکلات بل و اینا میشه. میمانه لوزه سوم. لوزه سوم هرگاه طفل مشکلات تنفس داشت، در جریان شب خورخور می زد یا بی‌اشتهایی در نزد طفل تحسس میکنه، بالاخره طفل از طریق بینی که همان رای اصلی تنفس بینی است، اگر از طریق بینی طفل درست تنفس کرده نتانست و نزد متخصص گوش و گلو رفت، ثابت شد که این شخص لوزه سوم یا ادینوئید داره. اگر حجم معمول لوزه کم بود، بزرگ نبود، با تداوی دوایی رفع میشد، یکی دوبار تداوی دوایی انجام بده. ولی اگر حجم لوزه سوم آنقدر بزرگ بود که تشخیص میشد که به تداوی دوایی هیچ نوع پاسخی نمیده، حتما باید لوزه سوم عملیات بشه. لوزه سوم استدباب عملیات عمدترین و همی است که
حجم عضو بزرگ باشه و مانع نفس کشیدن طفل از طریق بینی بشه. ممنون شما، صحبت‌های جامعی داشتین در این زمینه. پرسش دیگه مطرح میشه که لوزه ها به چند روش عملیات میشن، اگر در این مورد هم صحبت بکنیم بسیار خوب بشه. تشکر از شما. عملیات لوزه ها روش های مختلفی دارد. یکی از لحاظ این که آیا ما همی طفل یا مریضت به حالت بیدار عمل بکنیم یا به حالت بیهوش عمل بکنیم. حالت بیداری که متاسفانه در جامعه ما هم نظر به مشکلات اقتصادی بیشتر رواج هست، حالت بیداری مثل این که یک شخص میره نزد یک دندان پزشک یا متخصص دندان مراجعه میکنه، فقط نمون یه دندان بیس میشه و دندان یا کشیده میشه یا پرکری میشه. ما هم یکی از روش های عملیاتی ما از لحاظ انستیزی هست که ما فقط همون یه چهار طرف لوزر بیس میکنیم و همون طفل یا مریض بیدار هست در مقابل دکتر بر روی چوکی یا بر روی تخت نشسته است. بعد نزد از این عملیات لوزه ها انجام میشه که این برای طفل هم دردآور است، مخصوصا برای طفلایی که سن از اینا کم باشه. وقتی عملیات با حالت بیداری ما انجام میدیم که باید سن مریض حداقل از 9 سال به بالاتر باشه، 10 ساله یا 11 ساله یا بالاتر باشه که ترس نداشته باشه، جلوتر باید صحبت کنیم که این مریض مثلا جرأت داره که دهن خود باز کنه، داخل دهن از این مثلا آمپول تزریق بشه. این متاسفانه در کشور ما هنوز هم رواج است. در کشورهای اروپایی و آمریکایی ده ها سال میشه که این متروک شده با حالت بیداری، دیگه طفل در کسی لوزه ها عمل نمیکنه. در قاره آسیا هم به جز افغانستان ممکنه یک کشور دیگه هم که کشور همسایه ما پاکستان ممکنه به حالت بیداری عملیات بکنم. امیدواریم با پیشرفت صحت در بخش صحت عامه و رفع شدن مشکلات اقتصادی، این مسئله از افغانستان هم انشاءالله برچیده بشه که این سر روان طفلان تاثیرات منفی ممکنه بگذاره. این حالت بیداری بود از لحاظ بیهوشی و بیداری. یک نوع دیگه ای هست که طفل کاملا یا مریضی که لوزه ها از این عمل میشه کاملا بیهوش است و یعنی این میره در اتاق عمل و کاملا بیهوش میشه. وقتی که این طفل بیهوش میشه دیگه هیچ گونه احساس نمیکنه که من چیگونه عمل شدم، درد احساس نمیکنه. میره توسط متخصصین بیهوشی یا دکتر سیوای بخش انستیزی این بیهوش میشه و کاملا خواب و در دسترس دکتر قرار داره و باز توسط دستگاه های لازمه دهن باز میشه و طفل عملیات میشه. در ختم عملیات باز چیکار میشه؟ مریض کاملا بیدار میشه. از لحاظ امکانات عملیاتی دو تا روش ما، سه تا روش داریم برای عملیات کردن طفل. یکی بمی اسباب یا ابزار مثل پنس و قیچی و کورت و اینا که به نام روش کلدیستیل یاد میشه که این روش قدیمی هست که توسط اینها لوزا انجام میشه. یک روش دیگه هم بود که قبلا استفاده میشد، یک دستگاهی به نام الکتروکوتر هست که اون هم بعضا قبلا ها به نام دستگاه لایزر یاد میکردن که توسط از این هم لوزه های کمی عملیات میشه و خونریزی کمتر ممکنه در جریان عملیات داشته باشه. و نوع دیگه عملیات که انجام میشه عملیات ممنون شما. قبل از انجام عملیات لوزه ها چی اتمامات باید صورت بگیره؟ تشکر، سوال بسیار خوبی مطرح کردین. کسانی که نزد اونها عملیات لوزه ها انجام میشه، یعنی تو نیست که وقتی مراجعه میکنه و نزد متخصص گوش و گلو فوراً نزد از شخص عملیات انجام بشه. اولا دکتر شخص رو معاینه میکنه، میبینه که آیا یعنی می لوزه ها استتباب عملیات داره یا نه، لازم هست که اینا عملیات بشه یا نه. اگر لازم بود که این لوزه ها عملیات بشه، باید اولا در معاینه بررسی بشه که فعلا لوزه ها خیلی التهابی هست یا نه، التهاب شدیدی داره یا نه. اگر التهاب شدید حاد داشت که ما باید چند روز بریم مریض ادویه توصیه کنیم تا مو حالت التهاب لوزه
رفع بشه و سپس عملیات بشه. اگر در معاینه فیزیکی علائم شدیدی از التهاب لوزه موجود نبود، برای مریض معاینات خون توصیه میشه. یک تعداد از معاینات خون روتین توصیه میشه برای مریض. وقتی که این معاینات توصیه شد، باز جواب آزمایشات خون پس میه نزد دکتر و این آزمایشات دیده میشه، بررسی میشه که آیا موانع برای عملیات از این شخص وجود داره یا نه. اگر از لحاظ معاینات خون مثلا کمخونی شدید نزد شخص موجود بود یا خطر خونریزی زیاد در جریان عملیات متصور بود یا این مشکلات در نزد شخص موجود بود و یا مثلا بعض طفلا سابقه یک مریضی خوندهنده که به نام هیموفیلیا یاد میشه، مریضی ایرسی است که از پدرکلان به طفل سرایت میکنه، اگر اینها در نزد شخص موجود بود که باید عملیات چکار شه، به تعویق بفته و یا با متخصص اطفال و یا داخله مشورت صورت بگیره. در نزد کاهلای هم که سنای بالا دارن یا امراض زمیموی دارن، مریضی های قلبی ریوی دارن و ممکنه که اینا با انستیزی عمومی عملیات نزد اینها انجام بشه، اونا حتما باید با متخصصین اطفال یا متخصصین داخله کانسولت یا مشوره طبی صورت بگیره که آیا هنیمی عملیات تحت بیوشی عمومی یا انستیزی نزد امی طفل یا نزد امی شخص بالغ که انجام میشه ای اجازه هست که انستیزی نزد انجی انجام بدیم یا نه. بعد از اینکه متخصص اطفال یا متخصص داخل انمو مشوره طبی جواب میده، معاینات تکمیل میکنه، باید نزد شخص عملیات انجام میشه. البته وقتی که عملیات انجام میشه حداقل 6 تا 8 ساعت باید شخص غذا نخورده باشه، مخصوصا اگر مریض با حالت بیهوشی عملیات بشه که ممکنه همی پر بودن معده در جریان عملیات مشکلات به بار بیاره که حتی ممکنه در بعضی موارد تهدید کننده حیات باشه. و همچنین در واقعیت کسانی که با حالت بیدار یعنی با حالت بیهیسی موزی یعنی تنها مون چهار طرف لوزه ها بیس میشه، به این شکل هم اگر عملیات لوزه نزد از این مریض انجام بشه باید حداقل مریض 5-6 ساعت غذا نخورده باشه تا در جریان عملیات مشکلات ایجاد نشه. لطفا صحبت بکنین در مورد ای که تأمل کدام نوع عملیات مشکل تر هست. بسیار صحیح. بحث تحمل عملیات، ما در ابتدا هم گفتیم که ما دو نوع عملیات از لحاظ انستیزی یا بیوشی و بیسی داره. وقتی ما مریض کاملا بیهوش بکنیم، در دسترس ما هست، دیگه او درد احساس نمیکنه، دیگه او پریشانی نداره، دیگه او گگ رفلکس یا زدن نزد از او فعال نیست، مریض کاملا در دسترس، هم خود مریض راحت، هیچ گونه درد احساس نمیکنه، هیچ گونه استرسی وقتی که بیهوش شد دیگه بعد از او دیگه استرس نداره، درد نداره، تحرک نداره، به این اساس دهن مریض هم کاملا باز توسط هم دستگاه بازکننده دهن، به این اساس عملیات وقتی که توسط بیهوشی عمومی انجام میشه هم برای طبیب آسان تر هست عملیات و هم برای مریض تحمل از او آسان تره. برعکس اگر مریض با حالت بیدار عملیات میشه، وقتی با حالت بیدار عملیات میشه اولا درد احساس میکنه در جریان تزریق دواهای بیهوش کننده، ثانیا هنمو گگ رفلکس یا هنمو حق زدن نزد از او فعاله، مریض استرس برای پیدا میشه، پریشان میشه، ممکنه به بعضی سامان لوازم مریض دست بزنه. به این اساس عملیات لوزه توسط بیهوشی عمومی ترجیح داده میشه و تحمل از این هم توسط مریض با حالت بیهوشی طبیعتاً آسان تر است. ممنون شما دکتر صاحب. راه های جلوگیری از معرض شدن به التهاب لوزه ها چیست میشه که در این زمینه هم صحبت بکنیم که بیننده های عزیز بدانن؟ تشکر. یکی از راه های جلوگیری التهابی شدن لوزه ها رعایت حفظ و صحه دهان و دندان های. اگر ما حفظ و صحه دندان و دهان رعایت بکنیم، همون دندان ها به صورت منظم دندان ها با برس کریم دندان شسته بشه، مخصوصا از طرف شب، چانس ای که ما معرض به گلودردی یا التهاب لوزه بشیم کمتر هست. دیگه استفاده از غذاهای ترش و مخرش، که وقتی که غذاهای ترش و مخرش مریضا استفاده میکنن باز هم ممکنه باعث ایجاد گلودردی یا التهاب لوزه نزد اینها بشه. بحث دیگه که در نزد کاهلا هست
کسانی که از دخانیات استفاده میکنن، از قلیون و سیگار اینا استفاده میکنن، این هم میتونه باعث ایجاد چی بشه؟ باعث ایجاد گلودردی در نزد شخص بشه. دیگه از راههایی که پیشگیری کننده التهاب لوزه هایی است که ما از معلولات غرغره، معلولات نمکی که در خانه میشه ما ارتجه کنیم، اندک نمک، مقدار کم نمک که اندک همون آب شور بشه، نه به مقدار زیاد که باعث تلخ شدن همون آب بشه. یعنی آب نمک رقیقی تهیه میکنیم و چکار میکنیم و این روزانه 3-4 مرتبه غرغره کنیم، باز هم از معروض شدن به التهاب لوزه ها جلوگیری میکنه. و یک دیگه پرهیز کردن از خوردن یا نوشیدن مایعات سرد، آیس کریم و از این قبیل چیزها میتونه از معروض شدن به التهاب لوزه ها جلوگیری بکنه. تشکر. هرچند اشاره کردین ولی پرسش میتونه بسیار مهم باشه و من مطمئنم که بیننده های عزیز هم میخواین که بدانن. بعضی از افرادی که لوزه دارن نزد دکتر مراجعه میکنن، دکتر میگن لوزه تو نیاز به عمل نداره ولی باید این و غذاها رو استفاده نکنی، در این زمینه میشه بیشتر صحبت بکنی؟ بله، در بعض موارد یک التهاب دیگر است در داخل گلو که به نام التهاب بلعوم یا فرنجایتس یاد میشه. التهاب بلعوم وقتی شخص داشته باشه و لوزه ها سالم باشه، در این موارد ما برای مریض تذکر میدیم که ما اگر لوزه ها عمل بکنیم هیچ منفعتی برای مریض ایجاد نمیشه، به جز از اینکه بالاخره درد تحمل کرده و مصارف در قبال داشته. پس در این موارد، در بعضی موارد هم ممکنه که بند شدن بینی باعث ایجاد التهاب بلعوم شده باشه. اگر بندش بینی باشه باید نیاز است که نمو بینی مریض عمل بشه، یا اگر بینی مریض التهاب داشته باشه التهاب بینی باید تداوی بشه. تداوی دوایی داره، تداوی میشه. ولی اگر مریض نیازی به عمل نداشت و برای از این توصیه شد که تو نیازی به عمل نداری، از عمل هیچ نوع منفعت نمیبری، باید مریض متوجه رژیم غذایی خوب باشه، متوجه حفظ و صحه دهن و دندان خود باشه. مخصوصا همی التهاب بلعوم، کسانی که سیگار یا قلیون یا چلم استفاده میکنن، در نزد از اینها میتونه که نیمی التهاب بلعوم رو تشدید بکنه. نزد یک تعداد هم از افراد هم که رفلوکس دارن یا همی به قول عوام ترش میکنن، محتوی تیزاب معده برگشت میکنه به داخل بلعوم، ای هم میتونه باعث چی بشه؟ باعث تخریش بلعوم در نزد اینها بشه. پس به این اساس همون طور قسمی که من قبلا گفتم و تذکر دادم، اونم غذای تند و ترش و آب یخ و آیس کریم و این چیزها، کسانی که التهاب لوزه نزد از اینها تحسس میکنه، از اونها پرهیز بکنه. ممنون شما و پیام آخر شما. تشکر از اینکه تا این لحظه مهمانان بینندگان محترم شبکه تلویزیونی اصلاح با ما بودند. من یک توصیه ای دارم که وقتی که شخص گلودرد میشه، اولا همو تداوی دویر شروع بکنن. تداوی دویر که شروع میکنن، دوار به صورت منظم و درست و صحیح استفاده کنن. از توصیه های خودسرانه باید جلوگیری بکنن. چرا؟ به خاطر که به میتونه منجر به مزمن شدن یا طولانی شدن وتیره مرضی بشه در نزد شخص. و یک پیام خاص می ای هست که اگر عمود طفلایی که در جریان شب درست در جریان خواب درست نفس کشیده نمیتونن، درست تنفس کرده نمیتونن، مشکلات تنفس دارن، حتما اونا باید نزد دکتر مراجعه بکنن. چرا؟ به خاطر که این عملیات نکردن از این عواقب بعد داره برای طفل. عمود که من تذکر دادم عواقب عصبی داره و بالاخره از رشد از این جلوگیری میکنه، اشتها خود از دست میده طفل، رنجور میشه، نارام میشه طفل. حتما باید لوزه سوم نزد طفل عملیات بشه. ممنون جناب دکتر سبرامش، متخصص امراض گوش و گلو و طب عدلی، برای شما روزی موفقیت داره. تشکر از شما، سلامت باشید. همراهان عزیز، تشکر از اینکه با ما همراه بودین. برنامه هم به پایان رسیده. ناگزیر از حضور گرم و سبز شما عزیزان خداحافظی بکنیم تا برنامه بعد و دیدار بعد. خداوند یار و نگهدارت.